نام خدا. سلام به شما توییت نمایی ها، من تها مجیدی ام. امروز 27 اسفند سال 98 و موضوع امروز برنامه‌مون حمله به حرم که احتمال زیاد دیگه تو جریانش هستی. ببینید سراغ توییت ها. آسیید نوشته آقای نهاد خاص، خاطرت هست وقتی چند طلبه بینوا برای برجام بی فرجام در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تحصن کردن چه به روزشان آوردی؟ الان که یه عده که یقینا از کاخ ملکه عجوزه و فرتوت انگلیسی فرمان میگیرن به حرم فاطمه صغرا سلام الله علیها جسارت کرده و در به حرم را شکستن، کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ ماجرا هم که دیگه متوجه شده. حسین دلیریان نوشته اینهایی که درب حرم حضرت معصومه را شکستن و وارد حرم شدن از ما نیستن و ما هم از آنها نیستیم. دستگاه امنیتی اگر بررسی کند حتما به شیعیان انگلیسی و پیروان شیخ منحرف در قم خواهند رسید. علی قلحکی این عکس را گذاشته از همون تصاویر حرم شکستن درب حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و نوشته ندید میگویم افرادی که بخشی از درب ورودی حرم از حضرت معصومه را شکستند طیف نزدیک به شیرازی ها هستند. لیسیدن زریح، مقصر دانستن شهر قم به دلیل کرونا عبدالحمید و دهباشی و حالا هم شکستن درب حرم حضرت معصومه سلام الله علیها همه از یک اتاق فکر بیرون می آید، اتاق فکری که تندروهای شیعه و سنی را هدایت می کند. علیرضا گرایی نوشته تعجب نکنید، دشمن همه جور سرباز در لشکرش دارد، از کت و شلواری آزادی خواه تا استاد آواز و موسیقی، از کارگردان پرآوازه تا بازیگر محبوب خوشنقش، از حقوقدان خوش صحبت تا خبرنگار تنفروش، از آیت الله العظما تا مذهبی نمای درب حرم شکن. دشمن قوی و کاربلده، ولی ما از نسل سلیمانی. علیرضا نقویان این عکس رو گذاشته و نوشته درب حرم مطهر بانویی که با بیماری وفات کرده ایستاده و میگوید اینجا بیماری وارد نمی شود. اسلام گرفتار مسلمانان شده. خیلی جالب بود. سیپسا فیلم شکستن درب حرم رو گذاشته و نوشته یه حدیث از امام زمان خونده بودم که جاهلان شیعه و احمقهایشان ما رو اذیت میکنند. دقت کنید، نگفته دشمنان ما رو اذیت میکنند، گفته جاهلان شیعه و احمقهایشان. حمله به درب حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو که دیدم این حدیث رو بیشتر درک کردم. محمد پازوکی نوشته آمریکایی‌ها داعش ساختن که به جهان بگن مسلمان‌ها جنایتکارن، انگلیسی‌ها شیعه انگلیسی ساختن تا ذریح نیست بزنن و درب حرم بشکنن که بگن شیعه ها عقل ندارن. با سناریوی تکراری و اهداف تکراری فقط به یه نتیجه تکراری میرسن، مثل همیشه شکست. محمد پاداش نوشته در یک شب هم حرم امام رضا علیه السلام مورد هتک حرمت قرار میگیره، هم حرم خواهر امام رضا، اونم از جانب عده‌ای که سالهاست آزادانه و بدون هیچ محدودیتی در کشور فعالیت میکنن. از آنجا که دوران بزن در رو تمام شده، جریان شیعه لندنی منتظر تودهنی محکم نظام باشد. سارا نوشته حرم اهل بیت انقدر حرمت داره که سفارش شدیم وقتی میخواییم بریم به سمتشون با قدمهای آرام حرکت کنیم، بعد توی جاهل حمله میکنی به گیت ورودی حرم امام رضا و احادیث روی گیت رو پاره میکنی و روبروی گنبد فوش ناموس میدی که بری زیارت. نه، این حیدر گفتنا ارسیه علویون نیست که اینا از نسل مارقین هم. عباس ذوالقدری توییت آخر نوشته از بسته شدن حرم مطهر به دلیل پیشگیری از انتشار ویروس که به دستور پزشکان و کارشناسان بوده حمایت میکنم. تا دیشب توفیق داشتم هر شب به زیارت حرم آن امام رؤوف رفتم، از امشب در خانه زیارتش میکنم. این آزمونی است برای عمق بخشیدن به معرفت شیعیان. این هم توییت آخر. خیلی ممنون از همراهیتون، مراقب خودتون باشید، خواهشاً در خونهاتون بمونید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.